سخنگوی وزارت خارجه ایران و معاون سخنگوی گروه تا از ختم درگیری در مرز نمروز خبر دادند. برام خدا بنده و شنونده سنترال افغانستان هستید. سلام بر شما مخاطبان عزیز. امروز تاریخ 10 قوس 1400 هجری شمسی و برابر با اول دسامبر 2021 میلادی است. امروز شاهد درگیری چندین ساعته بین مرزبانان گروه تا و مرزبانان ایران در نمروز بودیم. درگیری که چندین ساعت نیز به طول انجامید، اما در نهایت به گفته معاون سخنگوی گروه تا و سخنگوی وزارت خارجه ایران ختم شده است. هنوز از انگیزه این درگیری جزئیات در دسترس نیست، اما بعد از ظهر این درگیری در مرز ایران و افغانستان در ولایت نمروز شروع شد و بعد از چندین ساعت متوقف شد. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده نشان داده می شود که دو طرف از ثقیله سنگین نیز استفاده کرده است. یک هواپیمای ایرانی نیز در ساعاتی که درگیری تقریبا ختم شده بود در مناطق مرزی پرواز داشته و ویدیوهای کوتاهی از هم به بیرون داده شده و برخی ویدیوها نیز حاکی از آن است که مرزبانان گروه تا پیشروی به خاک ایران داشته و همو پسته مرزیشان را آتش زده. و البته یک ویدیوی دیگه خیلی خشین هم دیده میشه که نمیفهم از این صحنه هست یا نه، که گویا سر یک نفر بریده شده و در دست نظامیان گروه تا است. با توجه این که اینا در گذشته هم بسیاری از مردم ملکی و نظامی افغانستان هم گردن میزدن، نمیتونم تایید بکنم که این ویدیو هم از این صحنه بوده یا از این صحنه نبوده. وزارت خارجه ایران اما این موضوع رو بسیار عادی جلوه دادن. معاون سخنگوی گروه تام گفتن این معضله ختم شده، جزئیات بیشتر را نکردن. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که یک تبادل آتش بین دو طرف صورت گرفت که حالا ختم شده و به نحو خاص بگه که گپ مهمی نبوده. خیلی ها اینجا یک مسئله دیگه هم بیان کرده که ممکنی بسیار خوب باشه و ایرانی ها رابطه خود با اینا خراب کنه و از اینا جنگ کنه و چطور کنه و به رسمیت نشناسن. از دید شخصی من به عنوان خبرنگار که حداقل مسائل منطقه را به عنوان خبرنگار به صورت خیلی عادی در جریان هستم و دنبال میکنم، این درگیری مختصر هیچ گونه تاثیر بر روابط ایران و این گروه نخواهد داشت. البته این طور هم نیست که برای ایرانی اصلا بی اهمیت باشه افرادشان کشته شوه یا زخمی شوه، اما خب به اون اندازه نیست که اینا بخیر رابطه خود با این گروه را قطع بکنه. این گروه در طول 20 سال گذشته امکانات نظامی از ایران گرفته، پول گرفته، حمایت شده و بسیاری موردهای دیگه اطلاعات استخباراتی در اختیارشان قرار داده شده. بنابراین اینا رابطشان مستحکمتر از این چیز هاست که در این مسائل ها خراب شد و من شک ندارم که مسئولان این گروه حتی امون نظامیانشان که همین جنگ شروع کرده باشه را یک روز مجازات بکنه. امی کار در مرز ترغم هم شد، چند وقتی پیش ما شاهد بودیم که یک مشکلاتی به وجود آمد در مرز و یک چند نفر از نظامیان از این گروه الله اینو عادت در هر گپ کشی الله اکبر میگن، پرچم پاکستان پاره کرده بود الله اکبر گفته بود لغت کرده بود. اینمی نفر ها به شدت مجازات شد و به شدت هم و دیگر نظامیانشان در مرز اختار داده شد که کمترین به احترامی با پاکستانی ها نکنه، که چی هر چی که اونا گفت بگه چشم. بالاخره من شک ندارم که این مسئله در مرز نمروز هم پیش بیه، ولی خب یه چیز قابل پیش بینی نیست. اما آنچه که من برداشت دارم این مسئله تاثیرگذار نخواهد بود و اینا روابط خود مثل گذشته حفظ خواهند کرد و ایران هم از طریق این گروه دنبال منافع خود در افغانستان هست. گروه دیگه شاید نتونه فعلا منافع از اون را تامین بکنه. کشورهای خارجی یادتان باشد دنبال افراد اشخاص میگرده که برای از اونها امتیاز بده و هر کار را که میخواهد سر از اونها انجام بده. و شما فکر کنید که در افغانستان کیها میتونه فعلا نمی کار انجام بده و در طول سالهای گذشته کیها این کار میکردن. در طول تاریخ همین گونه در افغانستان افراد اشخاصی بودن که بر اساس روابطی که با کشورهای مختلف داشته توانسته امتیازات از اونا بگیره و منافع از اونا را هم در امو صحادی که هست و در افغانستان تامین بکنه. متاسفانه یکی از دلایلی که افغانستان نتونه صاحب یک حکومت خوب شود همین معضله است. ما از زمان بسیار سابق حداقل از دوران معاصر افغانستان شروع بکنیم، شما یک بار اگر تاریخ معاصر افغانستان مطالعه بکنید و تا حالا کلا هر نظامی که آمده بیشتر
نگاهش به خارج ها بوده که کی چی میگه و ساز امرا متاسفانه رقصیده. بنابراین این توهمایی که برخی ها در ذهن داره که گویا ایرانی ها رو به رسمیت نخواد شناخت، گپ ها هیچ درد در دهانه میکنم. ایرانی ها با این رابط خود دارن و حتی ایرانی ها یکان وقتای مسئله شیعه و فلان در گنجه مطرح میکنن، اینو هم به خاطر ما مسائل است که داخل کشور خودشان میتونه، چون اکثران شیعه هستن، اونا را آرام بکنه. وگر نه برای هیچ کشور نه شیعه مهم است، نه اسلام مهم است، نه کفر مهم است، نه دموکراسی مهم است. حتی برای امریکا هم دموکراسی و حقوق بشر معنی نداره. کلا هر کس و هر کشوری دنبال منافع شخصی خودشان هست، دنبال منافع، البته از اون شخصی نمیتونه بگیم، منافع ملی بگیم، منافع ملی خودشان هست و برایشان این مسائل دیگه چندان اهمیتی نداره. از توجه همراهتان جان سپاس. بازم تاکید میکنیم که درگیری ها فعلا ختم شده.